خداوند مغفرت کنه پدر، جایت خالی از پدر جان در این خانه. واقعا که پدر برکت خانه است، بزرگ خانه است. انشالله که از پیش ما خوش رفته باشی پدر جان. پدر جان چی کدی؟ گپاره که برات گفتم چی رو چی کدی؟ یک نفر که یک جایی که داخل میشه یک سلام میده، یک انسانیت میکنه، یک احترام میکنه. برو بان ما را یک احترام انسانیت گفتی. من تو را هر روز میبینم دیگه، برات انسانیت کنم سلام به تو مرسات. بله، وقتی که در خانه هر کسی که بود، تنها من نه، هر عضو فامیل که بود یک انسانیت میکنه آدم. خمش که از گپا هم از جات میشنم، گوشایم جات پر است. چی کدی؟ چی رو چی کدی؟ میراث چی کدی؟ میراث اولالا دین شما میگپ زدی، دین روزا میگپ زدی، حالا میگپ میزنی. فردا می نمیگپ میزنم تا که میراث نگیرم. الادادنیت نیستم ولی میگیرم. عیف که از سر من 7 ثانیه کلان هستی. اگر نه از روی کاگل جور میکده می نمیگه. خوش 7 ثانیه و 10 ثانیه نگر. از مرگ پدر ما هنوز فامیل 20 روز نمیشه. تو وقت آمدی من سری میراث یاد میکنی؟ باز اولالا پدرم بر فامیل زندگی ساخت، درس خواندی، تحصیل کردی، شرکت بر ساخت، حال کلش زدی در قمار، حال آمدی باز میخوایی. تو را در اترایم غرض نیست. خلاصه اونمو خانه دو منزله را ما انتخاب کردیم، موتر سفید فرونه را ما انتخاب کردیم، کد سرای اینمی سه چیز برای ما بتی دیگه هیچ کارت ندارم. دیگه چی مان دیگه خو؟ در این خانه تنها ما و تو نیستیم، خوارای ما سه گناه حق داره در این خانه. خوارا را کی حق داده؟ در خوارا نمیرسه. در لحاظ شریعت حق دارن. در حساب ما اگه باشه خوب، برای تو می حق نمیرسه. آفرین، تو ور یک آدم میباندبار که باشی همون ترامه هستک. قمار باز هستی؟ یک کار میکنیم لالا. امی ما هم خود جاد دم حسابی نمیفهمم. بیا که یک دو یازده میزنیم یاز تو میشه یاز ما. پس که بر... پس که حالا خب بیا که یک دو بزنیم که یاز تو میشه یاز ما. مال پدر فامیلی به برکت میسازی، خانه رو به برکت میسازی که میکارایید. از خود خیر ندیدیم. دل داد که ما آمده بیم چیده کرد پدر مانده میان فامیلی به برکت شد به خیر شد. گمش که زیاد صفایی نتی، برای چی میگم؟ اونمو چیزایی رو که برات گفتم اونمو چیزا رو برای ما بته. خوارام هیچ کدام حق نداره، هر کس نه حق ما چپ سل کنه چشمایشو میکشم و حالا دلش از دوغ بد میکنم. او را احترامت دارم به خاطر از اینکه بیادر مسی خو بله افسانه سر ما کلان است. اگر نه خدا را چی در زور از هزار قلب میکشیدم ما. خدا را شکر که افسانه کلان هستم. اگر نه تو یک آدم بخی بچه بخی برای ما میرم، فقط خو عالم کار دارم خو. این تا دیگره اگه خلاص کدی خلاص کدی، نکدی باز احترام مترام تا مجاد میره زده کندو کپرت میکنم. اینه گفته باشم ما خوش هستیم بیادر داریم، ما خوش هستیم که پدر مت یک پسر داره. دعا میکنیم که برای نیک هدایتش کنه. ما برو که میادم چندان آدم نیست که کدام گل دیگره باونته. لا خیلی تشکر، تشکر. شب شما دوستا و خیر، شب شما وطندارا، هموطنایی که از گوشه و کنار افغانستان و بیرون از افغانستان، بینندگان عزیز از گوشه و کنار دنیا بیننده هستین. امیدوارم هر کجا هستین دلتان شاد و بی‌غصه باشه. انشالله که وقتتان به خیر باشه و همچنان داشته هایی که در زندگیتان هست به خوبی بتانین ازش استفاده بکنین. در پهلوی این صحبت ها شب شما دوستا همچنان به خیر که دو طرف اومدین، خیلی تشکر از حضورتان. و وطندار عزیز، امشب می‌خوایم که همچنان با این پارچه که ما داشتیم یک چند پیام بخونم. اما یک پیام بر ما رسیده به شماره واتساپ برنامه امشب که همین لحظه شما در پایین صفحه تلویزیون میبینینش. پیام کمی طولانی است دوستا، شما هم بشنوین، شما هم نظر بدین و در پهلوی از این شما وطندارایی که شماره واتساپ ما رو در پایین دیدید، شما هم میتونین که پیامتون رو بفرستین بر ما. خب یک هموطنم پیام فرستاده، گفته سلام به تیم برنامه امشب. ما 3 برادر و 2 خواهر هستیم. خواهرایم ازدواج کرده و بیرون از افغانستان رفته. 3 برادر هستیم که همه ما هم ازدواج کردیم و صاحب فرزند هم هستیم. اما یک مشکل باعث شده که در خانه ما نتونیم هماهنگ باشیم و مشکلات زیادی را به بار آورده. اون مشکل هم برخورد نادرست خانم ما با 2 تا ینگیم است که اینا هر کدامشون خوب برخورد نمی کنن. در پهلوی از او جنگ و جدال و بدبختی و مشکلات هم در خانواده ما حاکم شده. در پهلوی از این
مادرم هم مریض است. امروز صبح هم یک اتفاقی افتاد که ما مجبور شدیم مادرم را بگردانیم به شفاخانه. گفت که پشت گردنش یک سیخ میزند، رگ‌هایش را گرفته. ما به تشویش هستیم که خدا نکنه مادر ما را چیزی شد، و اگر احیانا مادر ما را چیزی شد بعد از اون عاقبتش همه ما مطمئن هستم که همین دو تا ینگیم هم گریه میکنه، خانم ما هم گریه میکنه. و این هم از روزگاری که ما سپری میکنیم. من هم میفهمم که مشکل در کجاست، چرا دو تا ینگیم همراه خانم ما بین خود جور نمیاین و در پهلوی همه بار و مشکلات هم میاد بالای مادرم. هرچند درست از گهگاهی شاید مادرم مشکلاتی داشته باشه، صحبت نادرست بکنه یا هم یک گپی سخنی، ولی به هر حال مادرم است و مادرم حق داره این صحبت را بکنه. من حیث مادر همین قسمی که مادرم هست، همین قسم مادر خانم من باید باشه و از دو تا ینگی من همچنان. حالا نمیفهمم که چرا این قسم است، ولی ما امیدوار هستم که مشکلات حل شه. میخواهیم که نظر شما را از برنامه امشب را با خود داشته باشم. و سلام، خیلی تشکر از این هموطن ما. این هم از مشکلی که در افغانستان از جنگی که تمام نمیشه، جنگی که بین دو تا خانمی که ازدواج کرده است، مثلا در یک خانه سه پسر ازدواج میکنه یا همین دخترایی که آمدن و یکی زن ایور دیگه هستن بین خود جنگ میکنن. اما میخوایم نظرات شما وطنداران را هم داشته باشیم. چرا جنگ بین زنای ایور تمام نمیشه که در این جنگ کی میسوزه؟ کسی به نام خوشوی از این هاست که مادر همو پسر میشه، و کسی که به نام خسارشان است که پدر همو پسر میشه. حالا چرا این قسمه است؟ به شماره واتساپ برنامه امشب پیام بفرستین، پیامایتون را میداشته باشیم. تشکر از دوست ما. انشالله من یک رایش را میگم که همی است که همی سه چهار نفری که با هم در یک حویلی هستن جدا شون، جدا شیشترشان بهترین راه حل است که انشالله این مشکل حل شود. به هر حال نظرات شما وطنداران هم به خانش خواهیم گرفت. همیشه خیلی ممنون که بیننده امشب هستین. میخوایم بیشتر با شما صحبت کنیم، اما پس از میان برنامه کوتاه زود در میاد. شب شما وطندارا بخیر. هموطنان، بینندگان، بینندگانی که از گوشه و کنار دنیا بیننده هستید، بینندگانی که از کشور تاجیکستان، از کشور ازبکستان، حتی از آمریکا بر ما پیام فرستادن. ما پیام‌های زیادی را دریافت کردیم، ممنون از تک تکتون. البته از ایران همچنان ما پیام‌های زیادی را دریافت کردیم. در شماره واتساپ برنامه امشب در خدمتتون هستیم. شما هم میتونید پیام‌ها، دیدگاه‌ها، نظرات خود را بفرستین، حتما در برنامه امشب به خوانش خواهیم گرفت. ممنون هم که بیننده هستین از هر طریق، از هر راه و مسیری که بر شما آسان است و سهل است و خوب میتونین ببینین. منتظر نظرات شما همچنان هستیم. ولی دوستا امشب میخواهیم که درباره نقش بازی کردن در زندگی صحبت بکنیم. حالا میخواهیم یک کمی راحت تر صحبت بکنم. دوستا، یک کسی که اعصابش خراب است، یک کسی که زیاد مهربان است، یک کسی که بسیار غمگین است، یک نفری که بسیار زیاد خوشحال است، میخوام ببینم که در وجود هموطنان ما، در وجود کسانی که اینجا حاضر میشن، کدام یکی از استعدادها وجود داره. و در پایان شما هموطنان ببینین که از این چهار حالتی که من براتون گفتم، غمگین، اعصاب خراب، خوشحال، یکی دیگه چی بود؟ مهربان. از این چهار حالت در کدام یک از اینها یا در هر چهارش چقدر مردم افغانستان موفق هستند یا هم خیر؟ خب ببینیم که چی کسی میخواد این نقش را اجرا بکنه. دوستا، کی میخواد نقش یک آدم اعصاب خراب را اجرا بکنه؟ در اینجام میربونی خودت بیا. خوش آمدی، خوش آمدی، خوش باشید، شبت بخیر. میربونی کمی این طرف تر بیا. نام خودت چی است؟ میلاد هستم. میلاد جان خوش آمدی، شبت بخیر. خوش باشید. همچنان شما از دوستای بیننده که حالا ما رو میبینه از تلویزیون و دوستانی که از پشت پرده تلویزیون بیننده هستن، یک سلام خاص بر همهشون. تشکر. در خانه چند نفر هستین؟ در خانه 7 نفر. بزرگترین یا خردترین فرد خانه‌تان چی نام داره؟ خردترینش. خردترین صفا. صفا دلموری کتاب‌های غرس گرفته. همه چیز را پاره کرده به خاطر از اینکه یک ورق را بگیره تیارگک یا توپک جور کنه. همه لباسات از بین برده در پهلویش. هم کتابخانه یکت خراب است، هم لباسات گدواد است. تو هم همین لحظه بسیار خسته و مانده خانه آمدی. چی می‌گی؟ در این کتاب های ما و در این چیزهای ما که کار گرفته در این خانه بایم؟ کس کلانتر در این خانه کس نیست. حالا وقتی که ما بایم در کتاب های ما کس کار میگره؟
کجاست عمر صدا کو یک دفعه تا چرا قم انسان است حال ده دفعه گفتیم که نمیجا نونه در وقت کتاب ما کی می دست بزنه او ورق مده او کار داشت مشه چیز ضروری ما باشه کی خراب کده ایره خب خیره حال چی گپ شده خب ما جمع میکنم برای چی نه نه ری باید یک لات چاوه ای کلات نشه ای رقم با گفتن مفتن دل دهی وقت نمیشه ماشاءالله وقتی خوب اول یک لات چه فوق العاده تشکر تشکر میلاد میربونی میربونی فرمان تشکر تشکر فوق العاده نقش خوب اجرا کرد اما میخوایم که نقش یک آدمی که بسیار زیاد غمگین هست را هم داشته باشیم حالا دوستا کی میخواد نقش یک آدم غمگینه ای دوست ما یک برش بتین میربونی میربونی بیا بخیر بیا نام چی است نام یاسر یاسر جان خوش اومدی شبت بخیر مهربونی یاسر جان بشین ده هر یک از این چوکی ها که میشینی میروانی میروانی یاسر جان یاسر جان یک دوست نزدیک را نام بگی بسیار برات عزیز هست بسیار عزیز هست سیار سیار سیاری جاست؟ خیر سیاری جانیست بالاخره همه ما مرگ را میچشیم همه گی میچشیم بله حس کو که امی لحظه خبر شدی که سیار خداوند عمر سیار جان را طولانی داشته باشه بله آمین فوت کرده بله عشق از چشمان ما جاری میشه چون بسیار دوست نزدیک ما بوده خاطرات بسیار شیرین داشتیم خاطراتی داشتیم که اگر در خوشی ها بوده اگر در غم ها بوده با هم بودیم و لحظه که بالای سر جنازش استاده هستی و همو خاطره خوشی که از سیار داری به یادت میه دیگه مشکل است تا به یاد ما بیاد و نمیتونیم تا جنازش هم ببینیم چون باور ما نمیشه که دوست عزیز ما از دست ما رفته یا از پیش ما نیست دیگه بسیار سخت ما میشه به هر حال تشکر تشکر یاسر جان میربونی خیلی خوش آمدی تشکر از یاسر جان و حال میخواییم وطنداره عزیز که یکی از عزیزان را دعوت بکنیم که نقش یک آدم خوشحال را بازی بکنه حالا میخواییم ببینیم که از این دو جمع چه کسی میه همین دوست ما میه میربونی بفرمایید بیا بفرما خوش آمدی شبتان بخیر خوش آمدی شما سلام بخیر باشین نام چی است نام خودت نام ما فردین فردین جان امروز روز عروسیت است یا امشب شب یا خینه است که فردا دیگه بخیر میرن پشت عروس دیگه دوستا را جمع میکنیم میریم میله آها بخاطر که بسیار زیاد خوشحال هستم دوستا با هم میریم میله تفریح میکنیم درست بعد شب دیگه میریم به طرف عروسی ما عروسی ما از خوشحالی زیاد امشب استراحت خود کردی؟ نه دیگه بسیار خوشحال هستم که میشه استراحت کرد این شب ماشاءالله ماشاءالله اینم از خوشحالی که حداقل در صحبت ها میتونه حداقل یک کمش نشان بده تشکر فردین جان خیلی سپاس از خودت حال یک آخرین میربونی فردین جان خودت در جای تشریف بر فقط میخوایم یک نفر را که نقش آدم مهربان را انجام بده بر ما خب از دو طرف عزیزا کی میخواد نقش مهربان میربونی بفرمایید شما با مهربانی بفرمایید خوش آمدین شبتون بخیر کمی زودتر بفرمایید طرف نام شما چی است شیرالم شیرالم میربونی شیرالم مننه شیرالم چطور هستی مننه خیم صحت خوب است مریشونی کور کردم یک پرنده را دیدی یک یتیم را دیدی که بسیار زیاد به کمک نیاز داره بسیار زیاد به کمک نیاز داره و تو باید دستش را بگیری و امو لحظه امو یتیم قبل از اینکه تو باید دستش را بگیری یک کاری کرده بود که اعصابت بسیار خراب هم ساخته مثلا شاید همراه سنگ به دروازه تان زده دروازه خانه تان تو که بیرون شدی دیدی که امو یتیمی است که دست زیاد نیازمند هست و به کمک هم نیاز داره به مهربونی که بهش هست حالا چی خواهی کرد فکر رو که چه اماغ یتیم زیمه خب دروازه مو و حالا کنه سوک مونگ که دروازه نکلاو کهی خب چیش تا ضرورت لاریم والا خب مونگ چیشی نلارونو سوکو چیشی غارو دوده ای که ورکی سوک رو تا خب سوک مونگ تا دوده هم نورکه رزا مام دوده ای نده خوالی رزا گرده بی اخرو دایوا ډوډۍ لرو وګړه به سره وخه نه خو زه یوازې نه یم ما دوه درې ورونه او کشران را سره دی دوه درې دانی کور کې هم چې شینې لرو کس مونږ سره سوق مرسته وکي دا مو سره خپلم د سی خاص واس کې لاس کې څنګه شته چې درې کم یو ډوډۍ دا چې ما خپل ځان ته تیار کړی دا تا د به در کم ستا مشومان وګی دی ستا فامیل وګا دا زه به سبا لپاره بیا برابر کم زوان یم ان شاء الله چې زبا کار وکم دایما درېستا ماشاءالله ماشاءالله ډیر مننه ماشاءالله مې دا ورې ورې ورې
خیلی تشکر هموطنان عزیز. شما هم دیدید نقش های مختلف اجرا کردن، نقش آدم اعصاب خراب، نقش آدم مهربان، نقش آدم خوشحال و نقش آدمی که غمگین هست. حالا این چهار نقش اجرا شد، اما در زندگی ما احساسات عواطف داریم، در دریچه های مختلف، در هر جایی که قرار میگیریم یک عکس العمل رو نشون میدیم، یک حالت رو جلوه‌گر میشیم. شما وطندارا تکرار برنامه شب را ببینین فردا همچنان، و اگر نشد باز هم میتونین که از طریق یوتیوب ببینید، ببینین که در کدام یک از این نقش ها مردم افغانستان مهارت داره. در زندگی همه شیر اجرا میکنه، در اعصاب خرابی، در غمگین بودن، در مهربانی کردن و در خوشحال بودن. ببینین که در زندگی ما چگونه نقش یک فردی که خوشحال است را اجرا میکنیم، چگونه نقش یک فردی که مهربان است را اجرا میکنیم و چگونه نقش یک فردی که غمگین هست و همچنان یک فردی که بسیار اعصاب خراب هست. ببینین خودتون وطنداره عزیز که در کدامش مردم ما، هموطنان ما لایق هستند اجراش کرده میتونه. شما بیننده هایی که از بیرون هم بیننده هستید، شما هم میتونید نظراتتون رو بر ما بفرستید و میخوایم نظرات تک تکتون رو داشته باشیم. حتما در برنامه بعدی بحث را یادآور خواهیم شد و نتیجه پیام های شما هموطنان را به خانش میگیریم. شماره واتساپ ما همین لحظه همچنان در پایین هست، 0711 99 52 67. تشکر از تک تک دوستایی که نقش مختلف را اجرا کردن و جا دارد تشکری کنیم از حامی مالی برنامه انرژی خوشتم و با کیفیت آیس کینگ، حاوی تمام ویتامین هایی که برای بدن بسیار مفید است. در هوای گرم یک جرعه آیس کینگ شما را به یکی از طرفداران دائمی محصول ممتاز تبدیل می کند. آیس کینگ پادشاه انرژی های سرد کننده. سرد هم نوش جانش بکنین، نوش جان تک تک شما وطندارا. همکارم زاهده صحبت های با شما وطندارا داره، صحبت هایش را هم ببینین با مهمانانش و فعلا میان برنامه کوتاه، زود برخواهیم داشت. در ادامه برنامه امشب هم بخواهیم. من به نوبه خود سلام تقدیم میکنم، خدا کنه که شما هم خوب باشین و تشکر از نجیب و همکاران بخش کمد ما که تا این قسمت از برنامه را تقدیم شما عزیزان کرد. خوب است که ما در این قسمت از برنامه مهماندار هستیم، اما اینکه مهمان امشب ما کی است ما هم نمیفهمیم. مهمانک کوچک ما را دعوت میکنیم. الطاف جان عزیز، میشه که خودت بیایی امروز صحبت ها را داشته باشم؟ یک کمک زودتر بیا الطاف. ماشاءالله قدر امروز امشب خوشحال و اما تو بیا اینجا کجا فرار میکنی از پیش من؟ مایک هم بگی، روی تا هم در بتی طرف دوستا و بهشان سلام بتی. سلام. بس هم قنه میگی که خوب هستن؟ بگو. خب الطاف مکتب میری؟ نه. کودکستان میری؟ نه. بر ما شعر آوردی؟ آه. بخون. اگر مادر نباشد زندگی نیست، به خورشید و فلک تابندگی نیست، خداش خواست مادر که عبایش به این دابندگی شرمندگی نیست. ماشاءالله آفری. الطاف جان چه وقت مکتب میری بخیر؟ به سال بر. به سال بخیر میری، باز چندم نمره میشی؟ اول. اول میشی؟ صنف اول میری یا صنف سه میری؟ صنف اول. میگن الطاف صنف سه میره اول، نه میری؟ خب بسیار خوب. الطاف جان بگی خودت یک کارت به ما انتخاب بکو، اول خوب شعورش بدی. خب آفرین، حالا یکی را انتخاب بکو. خوانده میتونی شماره چند است؟ نمیتونی. خیلی مایک بگی که من با دوستا بخوانم. شماره شش کی است؟ خواهر ما هستن و عزیز جمع خواهر ما هستن. شما میشه که بیاین اینجا تشریف هم داشته باشین. خب الطاف ما بعد خودت یک کتابک قصه میتونم ایره مادر جانه بگو که برات بخونه و موضوعش بگوی. اصحیه باز خودت هم بسال که مکتب رفتی بخیر، خودت هم یادش میگیری و میخوانی. خوشت آمد. الطاف توفر گرفت و فرار میکنه. تشکر از الطاف عزیزم. میشه که مایک شما بگیرین و خودم معرفی بکنین. به نام آن که رحمان و رحیم است، سر آغاز همه ای کار بسم الله الرحمن الرحیم است. رویا صاحبزاده هستم، یک سلام خاص دارم خدمت شما بانو صدیقی و همه ای همکاران عزیزتان و بیننده هایی که ما را تماشا میکنن. تشکر. و شما هم خودم معرفی بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم، ماریا صاحبزاده هستم، یک تن از میمانای شما و یک سلام خاص به شما تقدیم میکنم. مازیرین در طرف و کسانی که چی در داخل و چی در خارج افغانستان هستن، ما را از پشت پرده زیبای تلویزیون تلو
تماشا میکنم. تشکر بسیار زیاد. میخوایم بفهم که ماریا و رویا با هم چی نسبت دارن؟ خواهر هستیم. چرا یک رقم چرت زدی؟ یادت رفته بود که رویا خواهرت است؟ نه. خب بسیار خوب. کدامتان کلان هستین و کدامتان هم کوچک هستین؟ خودم بزرگ هستم، مینا دومی است. خب بسیار خوب. یگان وقت سرش کلانی هم میکنی؟ بعضن میکنم، خب بسیار بازیگوش است. بازیگوش است. مشنیم از خودت رویا بازیگوش هستی؟ زیاد بازیگوش نیست، خب بعض کارا که بدلم نباشه انجام نمیتونی اینا میگن بازیگوش هستی. خب بعض از کارا میباشن، مثلا بعض کارهای خانه میباشه، خصوصا آشپزی. یادم داری یا نه؟ خوب زیادتر اینا میکنن، باز اینا زیادتر بلد هستن. ماریا یاد داره؟ بله. غذا رو خوب پخته میکنه یا خراب؟ نه خوبش پخته میکنه. آلی جا تعریف شو میکنی بخاطر از این که خانه بریلت نخوری؟ نه خدا نکنه. خب بسیار خوب. ماریا که آشپزی میکنه، کدام غذایش همون تو به شوق میخوری، کدام غذایش هی دلت نمیشه که اصلا طرفش سیل کنی؟ خب تمام غذایش مزدار است، ولی زیادتر لوبیا و قرمه گوشت خیلی مزدار پخته میکنه. دیگه غذایش خوب است. بسیار خوب. میخوام در مورد نقطه قوت و نقطه ضعف ماریا بدانم. خب نقطه قوت من ای است که همیشه یک کس بوده یا نبوده که مرم کاری کنه و یا مشوره بده، خودم با فکر خود، با مشوره خود، مثلا با خود که مشوره کردیم، همی فکرم بوده و قوتم بوده. و نقطه ضعف میست که زود رنج هستم، من دک رنج هستم، نیفهم از اندکترین چیزا زود میرنجم، همی هیچ همی کار میش خوشم نمیه. و وقتی که یکی از دوستایم قار میشم یا یک چیزشان سرم خوش نمیخوره، زود امروش نمیتونم مشتی کنم. همی دیگه قهر طولانی چقدر وقت بوده؟ قهر طولانی امروز یکی از همسنفیایم بود، شاید دو سه هفته بوده باشه. هیچ نمیخواستم امروز اشتی کنم، خب باز یکی از روزا گرفته بود کتابچیم به اجازه ده اون اشتا کده بود، بسیار شیر و یگان سلام علیکی اشتا کده بود، باز ما را خنده گرفتیم، مرد خنده گیر کرد، دیگه اشتی کردیم امروز روز. بسیار خوب. خوب است که انسان ها میشه همه قسم دلیل حال خوب هم دیگه خود باشن. میخوایم از رویا بشنوام. شغل رویایی چی است رویا؟ من یگانه شغل که میخوایم برش برسم بخش ژورنالیسم است، و یا هم میخوایم یک دکتر موفق باشم چون آرزوی مادر جانم هستن. اگر بین ژورنالیسم و امی دکتری و یا طب یکی را انتخاب بکنی کدام است؟ ژورنالیسم. بسیار خوب. علاقه ایت است به ژورنالیسم؟ بسیار زیاد. خب فکر کنم اینجا گوینده هستی، خودت شروع بکن، ما میشنویم از خودت. به نام خداوند بخشاینده مهربان، بازم شما را خوش آمدید میگم با یک تن از برنامه های امشب ما با میمانان خاص، و میمانان ما هر یک با ایشان معرفی میشیم که خب من خودم معرفی میکنم. زاهده صدیقی هستم و یک تن از مهمانان برنامه امشب. مشنویم از مهمان بعدی ما. خودم همچنان ماریا صاحبزاده هستم، یک تن از میمانان امشب. و شما چی نسبت به یکدیگر دارین؟ خواهر هستیم. کدامتون بزرگ و کدامتون کوچک؟ زاهده جان بزرگ هستن. یک رقم ده جان و من میزنن دوستان. گرچه سه سال مطرح نیست، ولی بله به گفته خودشان یک عدد است، از هم خاطر خواستن سر ما بندازنش. بله من خواهرم بزرگترشان هستم. بله میشه که شما ادامه بتین. خب شما وقتی که خواهر هستین کدامتون یعنی زودتر در خانه جدی میشین، کدامتون آرامتر هستین، کدامتون برخورد نیکتر دارین؟ از ماریا بپرسید. ما میشه زاهده جان قسمی که ظاهر معلوم میشه خیلی یک دختر آرام است و اصلا جدی نشده و خیلی مثبت پیش میره، و ما بعضن دیگه جدی که میشیم از پیش یک چند دقیقه کار میکنیم باش تا کار خلاص کنه، باز پس دیگه شش میشه. خب بس خاطر چی اونا شما که بزرگتر هم هستن شما بالای اونا کار میشین؟ نه دیگه مت از ناز. او قار بناز. بله قار اینا سر ما بناز است. یه گفت میگفتم خو نمیگم، میگفت دوستا وانه نشه، باز بعدا بر خودشان حتما میگم. به تنهایی میشه که شما ادامه بتین، ما مهمان هستیم دیگه. سوالات تو نمیشه. من میخوایم از شما یک سوال بپرسم که شما تا حال مثلا زندگی رو که پیش بردین، بله کدام رویاهایی است که برش رسیدین و کدامش است که تا نوزم در دلتون مانده و میخواین برش برسین؟ هر انسان در زندگی و همچنان در دل خود بعضی از حرفا را داره، بعضی از آرزوها را داره. ما تا یک قسمتش رسیدیم، یک قسمتش مانده. انشالله که خداوند یاری بکنه و به قسمت بعدیش هم برسم. و ما همیجا خوب است که تشکری هم بکنم از فامیلم و
بخصوص مادر جان عزیزم که همیشه حامی ما بوده، همیشه بر ما کمک کرده. خداوند عمر طولانی نصیبش بگردانه و من بسیار خوشبخت هستم که مثل مادر خود یک مادر قهرمان دارم. تشکر از شما و تشکر از ماریا عزیزم. خوب یک تمثیل بسیار جالب کردیم و در قسمت بعدی برنامه دوستان ما را با دو مهمان خود گیم داریم و حتما با روند گیم ها هم بلدیت دارن مهمان های عزیز ما. اما در این قسم لحظات از برنامه میان برنامه کوتاه داریم و در ادامه با ما همراه باشین. وقت رسیدیم به بخش جالب و دیدنی برنامه، بخشی که با دو مهمان عزیز، دو خواهر عزیز ما گیم داریم و گیمای ما هم سه مرحله داره: کارت سفید، کارت آبی و کارت طلایی. بازی کارت سفید ما بازی حدس است، همراه با دو خواهر اجرایش میکنیم و 10 ثانیه هم شما زمان دارین. من 5 کلمه رو به خودت ماریا نشان میتم، خودت باید مشخصات چه بر رویا بگویی. آماده هستی؟ 10 ثانیه هم زمان داری. من کلمه رو به خودت نشان میتم، 10 ثانیه زمانت هم شروع شد، خودت هم آغاز بکو. دیشوره صحبت بکو، برش مشخصات شب بکو. بلندی دیشوره، یکمک عجله، ثانیه های تمام میشه. خب زودتر، 2-1 و تمام. بایک متاسفانه ماریا حتما نفهمیده بود که برنامه بی کلام نیست، بازی حتما خودت نفهمیدی. من برد کلمه را نشان میتم، خودت مشخصاتش بر رویا بگو، به اشاره نی. درست؟ درست است. یک چانست هم از دست دادی، متوجه باش و من برد کلمه دوم نشان میتم، خودت هم کم متوجه باش. درست است؟ 10 ثانیه هم زمان داری. من برد کلمه دوم نشان میتم، 10 ثانیه زمانت هم شروع شد، خودت هم شروع کن. فرق میکنه اندازش، همه گی دوستش داره، بسیار مقبول است. گل. یک کمک بلندتر. گل. بله دوستا، تشویق داشته باشید. خودت وقتی که کلمه را میگی بلندتر صحبت بکن که ما بفهمیم. کلمه هم که انتخاب شده بود گل بود و اگر همه قسم پیش برین خوب است. من برد کلمه را نشان میتم، 10 ثانیه زمانت هم آغاز شد. وزنش فرق میکنه، درازی و کوتاهیش ضرورت است، بزن میگیره کسی بزن نه، ضرورت است. 4-3-2 ضرورت است. کلمه که خواب شده بود پنجه بود، قاشق هم نبود پنجه بود. میشه که جایتان را تغییر بتین چون خودت بسیار کند پیش میری، خودت میشه که بری و به جایت هم رویا بیایه. رویا خودت قسم نکنی که آبروی ما میره دیگه. درست است؟ درست است. اگه بتونی دو کلمه را درست پاسخ بدی میرین به مرحله کارت آبی. درست. اگه نتونی دیگه متاسفانه باز جایزه هم از آن خود نمیکنید. من کلمه را به خودت نشان میتم، 10 ثانیه زمانت هم شروع شد، خودت هم شروع بکن. یک چیز هست که در خانه وجود داره که یک فکر بکن، یک چیز هست که مثل که در واتساپ اینترنت آفلاین و آنلاین میشی. چی است؟ 2-1 و تمام. در خانه وجود داره. جور. جنگ دو خواهرها کم است که حال در برنامه بخیزه. بله در خانه وجود هم داره، کم باش واضح تر اگه برش میگفتی شاید میتونست که پیدا بکنه. چرا واضح نگفتی؟ خب نامشو برد میگفتون دیگه. باشین که من به دوستام نشان بتوم کلمه که انتخاب شده بود ساکت بود. که یک کمک که اگه واضح تر میگفتی، مثلا میگفتی مالاین هم ساکت اگه بزنیم روشن میشه. شاید این ساکت هم میگفت. خب خیره، کم نزدیکترش خب میکرد. خوب از خیره، یک کلمه دیگر من به خودت نشان میتم دیگه، یک ذره سرنوشت ساز از فکرتان رو بگیرین دخترها. من برات کلمه را نشان میتم، 10 ثانیه زمانت هم شروع شد، خودت هم شروع بکن. یک بخش مربوط بخش نجاری هم زیاد میشه، در خانه می باشه، در منازل، در هر جای می باشه. نه ما تمام لازم خود اوتو مانده می تن خوصا متاسفانه که امشب در برنامه دو خواهر که با ما بودن نتونستن که از این کارت سفید ما پیش برن. الماری بود. اما خوب است کلمه ای که در اول هم ما با ماریا گفته بودم با دوستانشان بتوم، کلمه پلاستیک بود که متاسفانه هیچ نتونستن مشخصاتش به دوستا بگوین. ماریا و رویا کدامتان زیاد در رسامی لایق هستین؟ ما علاقه دارم اما نقدر چی نیستم. علاقه دارم اما نمیتونه کشیده. در کشیدنش سفرستم. خب میخوایی رسامی بکنی؟ بله یا تو یکم کجکور میتونم. خواسته ایست. میشه که خودت بری و هم میاییم اونجا امراید. خودت اینجا باش و بیبی که خوهرت امشب چی رسامی میکنه و چی گله با اومیتا.
یک شماره انتخاب بکنو یا؟ شماره چهار. شماره چهار؟ بله. شماره چهار. من ببینم اول خودم. بسیار تصویر آسان است رویا. 20 ثانیه زمان داری. در 20 ثانیه هر رقم رسامی که باشه میتونی. و برد نشانش میتونم. هر وقت که گفتم شروع کو شروع بکن. مکمل یعنی رسامش بله. کنم؟ سعی ببینیم که... 13 12 ثانیه ات قدر زود تمام میشه و خودت هم چرت زده رسم میکنی. پاکه درخت میشه که ایره بگیری؟ یکمک عجله. خب بسیار خوب رسم تا خودت تکمیل بکو. درخت است دیگه. خوب فومید باشه. درخت بی میوه است. میویشم خود رسم بکو ما ببینیم که کدام میوه را خودت خوش داری. درخت سیب. سیب کچ آنو میواسی یک شام رسم کردن در درخت یک مونتاژ نمیفهمم سیب رسم کردن. خب سیب است حتما یک کس چک زده و زجه در درخت درخت هم شبول است ای چی است خیلی ای برگش است. خب یکی برگ است. برگ آدم در خود درختش برگ میکشه. برگ درخت است خب. نه خود درخت هایی که مثلا تو کلون باشن خب. با نکشتیم اما تو متوسط است تو برگاش مثلا نویزان باشه و قصه بسیار خوب میویشه تکمیل کنه. درخت است یک دانه سیب داره به خود کشیده به ما نه. خوش سالی. اینال برسی ما تکمیل شد. درسی ما هم یک دانه سیب نوشجان میکنیم. رویا گفت که درخت است و درست هم حد زده. درخت هم بود. ماریا میخوای یک رسامی دیگه هم بکنی یا رویا بیایه؟ نه می بکشه. خودت بسیار سرت باور داره. تخته را پاکو. خودت یک شماره انتخاب بکو. شماره سه. شماره سه. ببینیم که ای بار چی گلا باوت میته. خب بسیار تصویر آسان از دوستا. بسیار آسان است ماریا خو دلت جمع باشه. ما برات نشان میتو. 20 ثانیه زمانت شروع شد. خودت هم شروع بکو. آسان است میری دل نکشیدیم. خیر. کوشش بکن ببینیم چی میشه. آها. کاش گرد. ربات است یا دیکتور؟ خوب است خیره. تکمیل میکنی یا مقدار گستاپ میکنی شه؟ ای. دیکتور. باس است. اما قبلش از دوستا بپرسم. باش. به نظر شما چی رسم میکنه؟ شما میتونید یک چیز از تصویر برداشت بکنیم؟ ایجا یک دختره که چوچگه کم امرای ما از خودت بیا یک بار؟ تیاره از بیا خودت؟ خودت بیا پیش ما آفرین. خودت رسامی را یاد داری؟ برو که مسر تام یک رسامی بکنم. خودت میشک در جایت بری. بخاطر خودت میمان ویژه ماستی خودت یک شماره انتخاب بکن. بدل خودت. شماره اوله خو من ایت نمی بینم دوستا را سن به خودش نشان میتم امی هر چیزی که بود رسامی بکو سید شروع بکو 20 ثانیه هم زمان داری ببینیم که چی رسامی میکنه اما تو دیگه بشق یکمک او طرفتر استا چو که دوستا هم تخته را ببینم یکمک عجله بله ماشالله بسیار معلومه که بر رسامی شوق داره. خب رسمش خو تکمیل کرد. حالا ما از دوستا میپرسیم که چی رسامی کردن. به نظر شما چی باشه؟ به نظر خودت چی رسامی کردی؟ به نظر خودشان گروپ رسامی کردن اما تصویری که انتخاب شده بود الکاین بود. خب خیر تشکر از خودتم قندولو میتونی که در جایت بری و یک رسم کشید با گفته خودش گروپ بود اما الکاین بود در تصویر بیا رویا خودت یک بار که رسامی خودت هم ببینو که تو چی میکشی اگه بتونی این رسامی را بکشی و خواهر درست حدس بزنه که چی رسم کردین جایزه کارت آبی ما را میگیرین ایره بگی ماریا خودت یک شماره انتخاب بکو اختار تام داد گفت سعی رسامی بکنی تختر تا فعلا خودت پاکو میشه که یک شماره خودت انتخاب بکنی؟ اینا تخت پاکم هست خودت استفاده بکن. افت.
میشه که شما یک شماره انتخاب کنید؟ هفت. شماره هفت. ببینیم که در شماره هفت بسیار تصویر آسان است. 20 ثانیه زمان داری. شروع شد زمانت، شروع بکن خود زمان بکش واضح مونو شد. یک کمک عجله بکن، زمانت بسیار کم است. خودت هم میشه کمی، حالا دیگه تشخیص بدی که چی است. عجله عجله آفری. برو نقش نگار شناته، یک کمک زود زود رسم بکن. نه نه زودتر. سه دو کشتی یک و مایتون کشیده. خودت زمان داشتی، چرا دوش نکشیدی؟ مفتم در یک داشتی خونه گفت نان است. نان رو کشیده. بکش دیگهشون بکش که ببینیم میفهمه. اگه نفهمید دیگه خانه رفتی. خوب ماریا رو یک جذابیتی سیست. یک نقل بده که خورده نیست یا پوشیده نیست. پوشیده نیست؟ پوشیده نیست. جراب است؟ چبلی است بود است؟ چبلی؟ جراب؟ نیستی هستی؟ دوستان میخواییم یک چیز به شما هم بگویم. میشه که شما یک دقیقه مرا اجازه بتین. ماریا خودت گاهی وقتا ببخشی رویا. خودت گاهی وقتا بود گرفتی که یکیش کلان باشه یکیش خرد باشه؟ پوشیدی گاهی وقتا با تو؟ آه یک وقت گرفته بودم باز پس برده. خب بسیار خوب. عمود یادش مونده. تصویر که انتخاب شده بود چبلق بود و متاسفانه هم رسم نتانستن و جایزه هم از آن خود نکدین امشب. بیای خودت هم در جایت، ما میرم و صحبت ها را اینجا ادامه میتیم. خوب است که من ای را گرفته بودین که نقل بکنی که متاسفانه نقل هم نتانستین و نتانستین هم که امشب کارت آبی ما را و یا هم کارت سفید و طلایی ما را برنده شوین و جایزه از آن خود بکنین. تشکر از اینکه امشب در برنامه در کنار ما بودین، واقعا خوشحال شدیم و جا دارد تشکری بکنم از حامی مالی برنامه انرژی خوشتم و با کیفیت آیس گنگ. حاوی تمام ویتامین های مورد ضروری بدن که برای بدن بسیار مفید است. در هوای گرم یک جور از آیس گنگ میتونه شما را به یکی از طرفداران دائمی محصول ممتاز مبدل بسازد. آیس کینگ پادشاه انرژی های سرد کننده، شما میتونید راحت نوش جان بکنید. و تشکر از اینکه تا این دم بیننده ای برنامه بودین. دقایق پایانی برنامه را با همکارم نجیب بیننده باشین. وقفه. باز هم خوش آمدید هموطنان عزیز. ادامه برنامه امشب ممنون از همکارم زاهده با صحبت هایش و مهمانانش که حتما شما هم دیدید و صحبت هایشان را که شنیدید. خیلی ممنون از شما دوستا هم که اینجا حضور دارید و بحثی را که ما در بخش دوم برنامه امشب اجرا کردیم در مورد نقش های مختلف در زندگی، میخواییم که مطمئناً پیام‌های زیادی از شما دوستا رسید، حتما در برنامه بعدی به خوانش خواهیم گرفت. میخواییم که نظرات دوستایی که اینجا هستن را داشته باشیم. دوستا چهار نقش را ما صحبت کردیم در موردش، حالا میخواییم نظرات شما را داشته باشیم. در کدام یکی از این نقش ها هموطنان ما یا هم در کل مردم افغانستان زیاد آماده هستند، ماهر هستند، خوب میتونن اجرا بکنن؟ و این چهار دوستی را که من اینجا دعوت کردم، اینا کدام یکی از نقش ها را خوبتر اجرا کردن و در واقعیت هم مردم ما، مردم افغانستان خوب اجرا میکنن؟ میخوایم این بار نظریات را از این طرف بگیریم. این طرف کسی نظر داره؟ ما که به همین دوست ما بتین. به نام خدا، سلام به شما. علیکم سلام. و با حاضرین و بیننده هایی که همینه کنون بیننده ما هستن. البته چیزی که بسیار در خور توجه است که ما در جامعه دیدیم، البته در پالوی که شما نقش گفتین، یک واقعیت است که گراف و آمار عصبانیت و پرخاشگری بسیار زیاد است در جامعه ما، چون جامعه ما با مشکلات کمبود مواجه است یا هم آرزوهایی را که مثلا نیاز است که مردم ما جوانا خصوصا به اون میخواین دست پیدا بکنن، وقت او دست یافتنی نمیشه، طبعا اقالت پرخاشگری و عصبانیت را به خود میگیرن. و این راه های حل خوب داره که ما میتونیم که در صورت کسب مهارت ها میتونیم که در سختنین شرایط میتونیم خشم خود مدیریت کنیم و نگذاریم که کنترل ما را خشم بگیره. صد در صد مورد بسیار مهم. تشکر. تشکر. خیلی ممنون. و دوستایی که طرف هستن نظری نه همین داشته باشیم. کسی نظر داره؟ ما که به همین دوست ما بودیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر. به نام خداوند تعالی یک سلام بر شما و بینندگان تلویزیون طلوع. قسم که سوال شما بود که در جامعه ما بیشتر می خشم و قهر بیشتر است که می بینیم،
امی مردم افغانستان زیادتر از امی خشم استفاده میکنن و نمیخوان که یک گپی که فقط کمی هم به مغزشان خوب نخوره امو از خشم خود زودتر استفاده میکنن و نمیتونن خود کنترل کنن. در کشورهای خارج تو نیستن به خاطر که و امی بهترین طریقشان توسط تلفن یا تلویزیون. مردم افغانستان زیاد دسترسی داره، میتونن توسط از تلویزیون ها برزد مثال یک کار خوبه. اگر ما برزو نشان میتیم برزد از او، یعنی برعکس از او در تلویزیون ها نشرات شوه و ببینن و یاد بگیرن که باید این کار نکنیم، این کار بد است. درست، تشکر، خیلی سپاس، خیلی ممنون از دوست ما. این پیام ها است و شما هم وطنان هم پیام هایتان را برنامه بفرستید. ممنون از اینکه بیننده امشب بودید. از شما دعوت میکنم تا بخش پایانی برنامه دست و لبخند را بیننده باشین. تا برنامه بعد هم به همهتان را به خداوند یک تا به همتون میسپارم. شب همهتان بخیر. الله نگهدارتان. Thank you.